اشکان صفایی از مرز لبنان همراه ما است تا برای ما بیشتر بگه درباره پاسخ حماس به پیشنهاد آتش بس. اشکان. پریسا، در دقایق گذشته خبرگزاری رویترز اون پیشنویس، حالا در واقع اون پیشنهادی که حالا حماس در پاسخ پیشنهادی که در پاریس مطرح شده رو داده رو منتشر کرده. پیشنویسی که رویترز از قول حماس منتشر کرده این هست که یک آتش بس موقت 4.5 ماه در آغاز در واقع انجام بگیره که 3 مرحله داشته باشه، هر مرحله 45 روز. در طی این مراحل حماس به مرور اول گروگان‌های غیر نظامی اسرائیل رو، بعد گروگان‌های نظامی رو و بعد آزاد کنه و بعد اجساد در واقع گروگان‌هایی که کشته شدند رو به اسرائیل پس بده و اسرائیل هم در مقابل 1500 زندانی امنیتی فلسطینی رو آزاد کنه که 500 نفر از اونها گفته میشه افرادی هستند که در واقع متهم شدند و محکوم شدند به دلیل انجام عملیات به گفته اسرائیل تروریستی که موجب کشته شدن افراد شده و در واقع محکوم به حبس ابد هستند. و در نهایت هم بعد از این 4.5 ماه، در واقع در طول این 4.5 ماه اسرائیل نیروهای خودش رو به طور کامل از نوار غزه خارج میکنه، بازسازی نوار غزه آغاز میشه و جنگ در پایان این 4.5 ماه به پایان میرسه. اسرائیل هیچ واکنش رسمی به این در واقع این چیز جدیدی که در دقایق گذشته، در 1 ساعت گذشته منتشر شده، این پیشنهاد جدید نشون نداده، اما وبسایت خبری واینت از قول مقامات اسرائیلی نوشته که این به معنای نه هست، چرا که از یک طرف اسرائیل نمیتونه با آزاد شدن این تعداد از زندانیان فلسطینی، اون هم زمانی که 500 نفرشون محکوم به حبس ابد هستن، موافقت کنه و اسرائیل نمیتونه با پایان کامل جنگ موافقت بکنه. اشکان صفایی، ممنونم از توضیحاتت. اشکان.